علی به تخت زفاف چقدر زیبا شده، علی به تخت زفاف چقدر زیبا شده، با نفس فاطمه چو گل زهم وا شده، دل ز نبی میبرد بس که دلارا شده، عظیم چه بهتر که او شوهر زهرا شده، آینه کبریاست طلعت نورانیش، خواجه عالم زند بوسه به پیشانیش، زراری فاطمه ثنای مادر کنید، ثنای مادر کنید، دعا به حیدر کنید، پاره دل هدیه بر این زن و شوهر کنید، نثارشان جای گل سوره کوثر کنید، رسانده بر بام عرش ندای تکبیر را، کنار هم بنگرید کوثر و تطهیر را. سر تا سر مدینه پر از شوق و شور بود، لبریز از تراوت و غرق سرور بود، از آسمان شهر پیمبر در آن پگاه صد آسمان ملائکه گرم عبور بود، عطر بهش از نفس باغ می چکید تا اوج عرش زمزمه های حضور بود، عالم از عطر یاس مدینه معطر است، پیوند آسمانی زهرا و حیدر است، بودند هر پگاه دلنگیزتر ز عشق، گرم طلوع روشن خورشید وار هم، باید که درس زندگی آموخت تا ابد از بوریای کهنه و ظرف سفالشان، کی میتوان به واسطه این مثالها پرواز کرد تا افق بیمثالشان، آینه ظهور صفات خدا شدند، یاسین و نور شدند، هل عطا شدند، بر شانه های عرش خدا خانه داشتند، نه نه چه عرش را به روی شانه داشتند، این ساکنان عرش خدا از همان ازل چشمی به چند روزه دنیا نداشتند، ما جرعه نوش چشمه جاری کوثریم، دلداده ایم شیعه زهرا و حیدریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام. عرض سلام و ادب دارم محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، با ویژه برنامه پیوند آسمانی آقامون و مولامون حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و خانم حضرت زهرا سلام الله علیها در خدمت شما هستیم به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رفعتی. این روز مقدس رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلامی با عزیزان و بیننده ما داشته باشید و انشالله از محضرتون استفاده کنید. علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی این برنامه عرض سلام و احترام و ادب دارم و این مناسبت فرخنده پیوند مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و همه بینندگان تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلام آقای رفعتی، با توجه به اینکه برنامه ما یک قسمت بیشتر نیست به مناسبت این پیوند آسمانی،
اگه بخوایم در مورد این جریان صحبت کنیم، فکر می‌کنم با توجه وقتی که داریم فقط میتونیم اون ماجرای خود ازدواج حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو بازگو کنیم و نکات ارزنده و کلیدی اون رو برای بینندگان عزیزمون انشالله بیان کنیم. در مورد این ازدواج آسمانی بفرمایید، حالا کلمه آسمان زیاد برش اطلاق میشه، در آسمان ها چه خبر بود، در زمین چه خبر بود از این به میمنت این ازدواج مقدس و نورانی؟ بله، همطور که فرمودید این ازدواج متمایز و متفاوت از همه ازدواج ها بوده و این دو شخصیت اساسا متفاوت بودند از همه شخصیت های الهی. این دو بزرگوار بهترین خلق خدا بعد از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. بنابراین این ازدواج مبارک همونطوری که در زمین به هر حال ظهور و بروز پیدا کرد، در آسمان هم رد پا و نشانه های از عظمت اون رو ما میبینیم. در روایتی هست که وقتی امیرالمومنین علیه السلام به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن، پیامبر خدا قبل از اینکه در رو باز کنن، یعنی وقتی در زده شد، پیامبر به ام سلمه فرمودن برو در رو باز کن که بهترین خلق خدا، محبوب ترین افراد نزد من، اون کسی که خدا و پیامبرش او را دوست دارن و او خدا و پیامبر رو دوست داره و قلب او مالا مال از ایمان هست، پشت در آمده. یعنی به نوعی دارن امیرالمومنین علیه السلام در چند جمله یک نمایشی از فضائل و مناقب آقا امیرالمومنین رو برای همه تا قیامت بازگو میکنن در چند جمله، اما بسیار پر محتوا. بله، همون هنوز امیرالمومنین علیه السلام وارد خانه پیامبر خدا نشدن، پیامبر خدا دارن به تعبیر شما یک مهر تأییدی و خود امیرالمومنین شخصیت، بله، دورنمایی از شخصیت این خواستگار رو پیامبر خدا به ام سلمه همسرشون دارن معرفی میکنن. کیست این کسی که آمده؟ ام سلمه عرض کرد یا رسول الله هنوز کسی وارد نشده، فقط در قلباب شده، شما از کجا میگید که این شخص دارای چنین مراتبی هست و او کیست؟ حضرت فرمودن برو در رو باز کن و خواهی دید که او محبوب ترین خلق خدا نزد منه. که ام سلمه میگه من با عجله و مشتاقانه آمدم ببینم او کیست که در خانه پیامبر رو زده. میگه آمدم دیدم امیرالمومنین علی علیه السلام آمد محضر پیامبر خدا نشست و عرض کرد یا رسول الله من در دامان شما پرورش پیدا کردم، شما منو بزرگ کردید، من تحت تربیت و عنایت ویژه شما بزرگ شدم و من رو بهتر از همه کس میشناسید، من تصمیم به ازدواج گرفتم و دوست دارم با دختر شما فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کنم و برای خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها آمدم. اینها قصه هایی که تو زمین داره اتفاق میفته، ولی پیامبر خدا اتفاقهای آسمانی رو برای امیرالمومنین بازگو کردن. فرمودن علی جان علا و بشرک، دوست داری به تو بشارتی بدهم؟ عرض کرد نعم یا رسول الله، بله دوست دارم. پیامبر خدا فرمودن قبل از این که تو بیای وارد خانه من بشی، جبرئیل اینجا بود و پیش پای تو جبرئیل از نزد من رفت و برای من از آسمان خبر آورد که در آسمان چهارم خدای متعال همه ملائک رو جمع کرده بود، ملائک مقرب الهی اونجا بودن و عقد ازدواج شما در آسمان چهارم خوانده شد و جبرئیل از آسمان نزد من آمد و پارچه‌ای سفید حریر برای من آورد که دستور الهی در اون نگاشته شده بود که یا رسول الله زوج نور من النور، نور را به ازدواج نور درآور. عرض کردم مقصود چیه به جبرئیل، گفتم پرسیدم که مقصود از این جمله چیست؟ عرض کرد که خدای تو می‌فرماید فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ازدواج امیرالمومنین در بیار و از اون اتفاقات گسترده‌ای که در آسمان چهارم اتفاق افتاده بوده در مراسم عقدخوانی این دو بزرگوار برای من خبر آورد. حالا من داخل پرانداز یک نکته رو بگم اینجا در مورد مسئله آسمانی این ازدواج گفتید، من این سوال رو دارم که آیا شخصیتی که مسئله ازدواجش اینقدر اهمیت داره در عرش خدا در آسمان ها خبرهای میشه وقتی جریان ازدواج ایشون پیش میاد؟ مسلما ایشون یک انسان عادی نیستن،
یا خلیفه خدا هستن مسلمن، یا نبی هستن یا وصی نبی هستن. این دو حالت خارج نیست. همچین شخصیتی که جریان ازدواجش انقدر پر اهمیت باشه مسلمن یا نبی خداست یا وصیه، وصیه اون نبی هر زمانی که داری زندگی میکنه باشه، و این یک مهر تاییدی بر ولایت آقا امیرالمومنین هم میتونه باشه. نکته زیبایی رو اشاره فرمودید، من از بعد دیگر این رو اشاره بهش بکنم که در روایت داریم لولا علیون اگر خدای متعال امیر المؤمنین رو خلق نکرده بود لما کان لفاطمه کفون الى یوم القیامه، اگر حضرت علی نبود اصلا زهرای اطهر سلام الله علیها همسری نداشت، هیچ مردی شایسته همسری صدیقه کبرا سلام الله علیها نبود. او صدیقه است، به مقام عصمت رسیده، اون هم چنین عصمت گسترده‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، قطعا همسر او هم باید معصوم باشه. و این روایتی که به هر حال معروف هست، این روایت نشون میده که مقام امیرالمؤمنین، حالا اون فرمایش حضرت عالی هم در جای خودش خیلی درسته که چنین تشریفاتی، چنین عقدی، چنین تجلیلی از این پیوند مبارک در آسمان چهارم و خطبه خوانی ملائک خدا مثل راحیل و مثل جبرائیل و اینها که خطبه خوندن در آسمان و از فضائل امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن، قطعا اینها انسانهای برجسته و معصومی هستند، متفاوت از بقیه انسانها هستند. و قطعا اگر قرار باشد کسی در جایگاه پیامبر خدا در فضیلت قرار بگیرد، کسی جز مولا علی علیه السلام نیست، بلکه از این بالاتر. از اون روایتی که الان بیان کردم اینطور استفاده کردن علمای ما که امیرالمؤمنین علیه السلام مقامشون، شخصیتشون حتی از انبیاء گذشته بالاتره، به جز پیامبر عظیم الشان اسلام. چرا که پیغمبر فرمودن اگر خدا مولا علی رو خلق نمی کرد فاطمه من همسری نداشت، کسی کفو او نبود، از آدم ابوالبشر گرفته تا قیام قیامت. آدم فمندونه، از آدم بگیرید تا قیام قیامت، اونهایی که شخصیتشون پایین تر هست هیچ کدام شایسته همسری اون نیستن. پس به روشنی استفاده میشه که مقام امیرالمؤمنین، این همسر ارزشمند، این داماد گرامی که مانند امروز به هر حال این پیوند مبارکشون شکل میگیره، مقامش از همه خلائق بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر و برتر هست. چنین دامادی امروز وارد خانه، مانند امروز به هر حال خانه زیبای خودشون رو تشکیل دادن و این نور با نور به هر حال ازدواج کرد و آثار و برکات و ثمراتش از اینجا به هر حال شکل میگیره. پس مشخص شد که مسئله ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با آقا امیرالمؤمنین یک مسئله هم زمینی بوده و هم یک مسئله آسمانی بوده، و به خاص خدا بگیم بوده این پیوند آسمانی، و اینکه امیرالمومنین علیه السلام هم کف فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن و هیچ مردی شایسته این رو نداشت که به ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها در بیاد، که همونطور که حضرت عالی فرمودید از حضرت آدم تا روز قیامت هیچ شخصیتی، هیچ شخصی نمیتونه شایستگی این رو پیدا کنه به غیر از امیرالمومنین علی علیه السلام که همسر حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. خب حالا ادامه جریان ازدواج رو بفرمایید که اومدن خدمت رسول خدا و ادامه‌اش. به هر حال شرایط خودشون رو به پیامبر خدا عرضه کردن و از میل خودشون نسبت به ازدواج با حضرت زهرا سلام الله علیها برای پسر عمشون پیامبر خدا مطالبی رو گفتن. پیامبر خدا هم که می دانند و قصه مشخص بود، این دو بزرگوار برای یکدیگر آفریده شده اند تا اینکه بهترین الگوها برای انسانها باشند، با یک زندگی متکاملی که شکل می دن. اما به حسب ظاهر برای اینکه این بزرگواران الگو هستند، پیامبر خدا یک مسائل و آداب و رسومی رو رعایت کردند، برای که درس باشه برای دیگران. فرمودن علی جان لحظه ای درنگ کن، من با دخترم فاطمه زهرا در این زمینه مشورت کنم. البته مکتب اهل بیت علیه السلام جای رفعتی فقط نمیتونیم بگیم منحصر به شیعه هست، یعنی یهودی میتونه استفاده کنه از این مکتب، مسیحی میتونه استفاده بکنه، سنی میتونه استفاده بکنه و شیعه میتونه استفاده بکنه. یک درس هست، یک مکتب کامل انسانساز هست، و اگر ما داریم امروز میگیم به عنوان یک درس و مکتب رسول خدا داره این جریان رو
اجرا میکنه و مراحل و تشریفاتش رو بیان میکنه برای همه هست تا روز قیامت، و این نیست که بگیم فقط منحصرا شیعه باید از این پیروی بکنه. دقیقاً، یا مثلا در یک برهه زمانی خاصی، نه، در طول زمان مجموعه این مراسمی که ما به فرمایش شما یک خلاصه از اون رو داریم بیان میکنیم واقعاً قابلیت الگوگیری داره و درس‌ها و نکته‌های بسیار فراوانی توش وجود داره. این که پیامبر خدا میان نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها و با او مشورت میکنن و به او میفرمایند که فاطمه جان، این امیرالمؤمنین علیه السلامه که به خواستگاری تو آمده و نیاز به معرفی نداره، چرا که تو او را خوب میشناسی، در دینداریش، سابقه او در ایمان که اول مؤمن به رسول خداست، اولین کسی هست که با من پیامبر نماز خوانده است، سابقه جهاد او در راه خدا رو تو بهتر از دیگران میدونی، این شخصیت به خواستگاری تو آمده. و قطعا حضرت زهرا سلام الله علیها هم میدانند که کسی اصلا در رتبه و مقام امیرالمؤمنین علیه السلام نمیتونه باشه و کسی رو نمیشه به او قیاس کرد. کسان دیگری هم به خواستگاری حضرت زهرا آمده بودن، همونطوری که میدونید و بینندگان عزیز هم مطلع هستن، اما پیامبر خدا میفرمودن امر فاطمه مربوط به آسمانه، آسمان باید درباره دختر من تصمیم بگیره و به هر حال دست رد به سینه خواستگارانی میزد که بعضی از اونها انسانهای معروفی هم بودن در بین مردم. اما اساساً این که پیامبر میاد و مشورت میکنه، این بها دادن، ارزش گذاشتن و احترام کردن نسبت به دختر یا گاهی پسر هست که نظر اونها به هر حال باید محور قرار بگیره و این احترام رو مخصوصا در آستانه یک امر به این اهمیت باید نظر اونها رو ما قطعا مد نظر قرار بدیم و با اونها نظرخواهی بکنیم. و شاید در اون بره از زمان خیلی این جریان مرسوم هم نبوده که مثلا پدر از خواستگار بخواد که من به دخترم بگم، فکر بکنه، جواب بده. یعنی اون موقع فکر نمی‌کنم انقدر مرسوم بوده این جریان. دقیقاً همینطور هست، یعنی تو اون جو و شرایطی که به هر حال دختر چندان بهایی نداشت نزد اون جامعه، چنین احترام و تجلیلی از فاطمه زهرا، البته مقام حضرت زهرا سلام الله علیها که جای خود، اما میتونست جنبه الگویی هم داشته باشه و همینطور امروز و شاید در بعضی جوامع در بین بعضی کشورها تا امروز هم اون نگاهی که باید نسبت به دختر، نسبت به فرد، به پسر هنگام ازدواج داشته باشن و اون بهایی که باید داده بشه، متاسفانه گاهی میبینیم که در بعضی جوامع اونطور نیست. ولی این خودش همون آغاز این مراسم میبینید که نکته ها داره. به هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها سکوت کردند، در جواب پدر جمله ای نگفتند و پیامبر خدا فرمودن سکوتها رضاها، سکوت دخترم فاطمه نشانه رضایت اوست. یعنی از یک دختر با عفت، با حیا و با عصمتی مانند حضرت زهرا سلام الله علیها هم همین توقع رو دارند که به هر حال با سکوت خودش مطلب بگه. گاهی زبان سکوت به هر حال گویای خیلی از مطالب هست و پیامبر خدا خوشحال شدن و آمدن این بشارت رو به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم بیان کردن و فرمودن خب علی جان، دخترم فاطمه هم به این ازدواج راضی هست، اما بگو ببینم برای مهریه چی داری؟ همین جمله‌ای که تو خواستگاری ها امروزه از اولین چیزهایی هست که مورد سوال قرار میگیره، خب آقا داماد چی دارن؟ آقا داماد چه کاره هستن؟ و یک مسئله خیلی مهم میشده این مسئله مهریه و بگیم به نوعی دغدغه پسرها هم شده، شاید در بعضی از جوامع به دلیل فاصله گرفتن به نوعی از اون آموزه های دینی و مکتب اهل بیت علیهم السلام مهریه های سنگین ولو قرار داده میشه که از توان جوان ها خارج هست. بله، این مطلب بسیار مهمه و اجازه بدید از همین زاویه‌ای که وارد شدیم، از زاویه نگاه به این زندگی بسیار متبرک و مقدس و نورانی ببینیم آیا در چه جایگاهی باید قرار داشته باشه مهریه، چند درصد دغدغه ها باید مسئله مهریه باشه و مقدار اون و در چه درجه ای از اهمیته. پیامبر به امیرالمومنین فرمودن خب علی جان چی داری برای ازدواج؟ عرض کرد یا رسول الله، دارایی من رو هم شما خودتون بهتر میدونید، من شمشیری دارم و یک شتر آبکش به وسیله اون کار میکنم و آب میارم برای مزارع و
یک ذره، اینا تمام دارایی منه. و خیلی عجیبه، امیرالمومنین علیه السلام، این شخصیت بزرگ عالم هستی، از لحاظ ظاهری دستش از بسیاری از اموال دنیا کوتاهه. البته امیرالمومنین علیه السلام نه اینکه نداشتن، بسیار درآمدهای فراوانی دست حضرت میرسید و حضرت اونها رو در راه خدا انفاق میکردن. یعنی به دلیل انفاقهای مکرر آقا امیرالمومنین همیشه در یک حد متوسط به پایین بگیم زندگی میکردن. همینطور هست، یعنی ایثار میکردن، دیگران رو بر خودشون مقدم میکردن، فضیلت محور بودن امیرالمومنین علی علیه السلام، زندگیشون رو بر اساس فضیلت ها شکل داده بودن. ولذا دارایشون همین اشیاء خیلی ساده و بسیط بود. الان فکر میکنم اگر این دارایی امیرالمومنین علیه السلام رو در نظر بگیریم با دامادهایی که میان به عنوان خواستگاری، کمترین ثروت رو امیرالمومنین علیه السلام داشتن و برخورد پیامبر خدا بسیار زیبا هست با امیرالمومنین، که لابد مستحضر هستید که به هر حال چقدر با سعه صد و با روی باز برخورد کردن. نگفتن علی جون اینا کمه، با اینا نمیشه زندگی تشکیل داد. شاید حرفی که به خیلی از جوانهای امروز زده میشه در مراسم خواستگاری، وقتی طرف میگه خب به فرض من دارم تحصیل میکنم الان و یک شغلی هم در کنار تحصیلم دارم با یک حقوق بگیم پایین تقریبا، شاید خیلی تمکن مالی هم نداشته باشم، این حرفی که خیلی بهش میزنن، تو برای چی اومدی اصلا به خود جرأت این رو دادی که بیای به خواستگاری دختر ما؟ یعنی واقعا اگر تفکرهامون یک تفکر رو به رشدی باشه و فقط ظاهر رو نگاه نکنیم، بلکه ببینیم اون جوان شایسته هست که برای دختر ما اومده، مسئله مالی به هر حال در طول زندگی با تلاش بیشتر میسر میشه و تمکن مالی هم ایجاد میشه مسلم. گاهی پدر عروس به هر حال فقط به خودش نگاه میکنه و میگه به هر حال این داماد این مشکلات رو داره، اینو مشکلات خودشه، اینها خواسته های ما هست به عنوان خانواده دختر، در حالی که پیامبر خدا اصلا این کارو نکردن. پیامبر خدا فرمودن چی داری؟ حضرت عرض کرد این سه شی دارایی های من هستن. پیامبر خدا فرمودن که خب شمشیر رو که بهش نیاز داری، تو یک انسان به هر حال مجاهدی در راه خدا هستی، اون هم جهاد امیرالمومنین که همیشه در خط مقدم جبهه ها بر علیه کفر می جنگیدن و شمشیر علی معروفه در این زمینه، علی علیه السلام، شمشیر که مورد نیاز تو هست، شطور آبکش هم که به هر حال وسیله کار تو هست، نمیتونی از اون مستغنی باشی، بی نیاز نیستی ازش. اما زره رو میشه فروخت، میتونی بدون زره سر کنی، پس زره خودت رو بفروش و به وسیله اون مهریه ای تهیه کن. ببینید پدر عروس دقیقا حقیقت های موجود رو در نظر گرفت که از چه چیزهایی میشه گذشت، از چه چیزهایی نمیشه گذشت، واقعا توانایی و قدرت این داماد چقدر هست و بر اساس همون تکلیف کردن، تکلیف مالایوتاق، تکلیفی که مقدور نباشه و شخص رو به زحمت بیاندازه تکلیف نکردن. این خیلی نکته مهمیه، دامادی که میاد واقعا آدم بررسی کنه، یعنی اون دارایی رو که داره منظرت میخواد، یعنی اون بودجه اقتصادی و مالی که طرف مقابل داره، بیایم تمامش رو براش با چند تا خرج، چند تا فاکتور براش ایجاد بکنیم، بگیم این خب این چند قلم رو شما بگیرید تمام، بعد یه چیزم باز بره قرض کنه بگذاره رو همین بودجه‌ای که داره. اینطور نباید باشه، بعد طرف رو دید اون بودجه مالی که داره اون رو در مد نظر گرفت، با توجه به اون بودجهش یک تصمیمی گرفت برای درخواست‌هایی که از اون داریم. بله، پیامبر خدا به سادگی میتونستن بفرماین که علی جان مثلا شما برید قرض بکنید و حضرت هم شاید میتونستن این کار رو انجام بدن، اون چیزی کاملی که داری تمامش رو به عنوان مهریه دختر قرار بده. بله، یک آیه از قرآن به ذهنم رسید در این زمینه، بعد نیست خدمت شما بگم، در رابطه با ازدواج حضرت موسی علیه السلام با دختر شعیب. حضرت شعیب به موسی که به عنوان خواستگار آمده بود اینطور فرمودن که انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين، اینو همه اونایی که دختر دارن خوبه بهش توجه کنن، خیلی زیباست، سعادت ساز برای تمام خانواده ها، برای نسل آینده ما. فرمودن که انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين، من میخوام یکی از دخترامو به ازدواج در بیارم.
الا ان تعجرنی ثمانی حجج، به جای و مهریه اون هم 8 سال کار توی این خانه هست و به هر حال به چرا بردن این گوسفندان. در پایان این جمله رو فرمود که ولا اريد ان اشق عليك، نمیخوام کار رو بر تو سخت کنم، نمیخوام بر تو سخت بگیرم. پدرهای عزیز، مادرهای گرامی، خانواده‌های محترمی که عشق و ارادت به اهل بیت، قرآن و عترت تو وجود شما هست، این جمله رو من صادقانه از همه شما تقاضا دارم و پیام این ویژه برنامه ما باشه که شعار ما این باشه نسبت به دامادی که میاد و همینطور نسبت به خانواده داماد نسبت به عروس، لا اريد ان اشق عليك. گاهی اوقات قصه به عکس، یعنی خانواده دختر توان اون رو واقعا ندارن بیش از اون چه که میتونن جهاز تهیه بکنن، نباید بر اونها سخت گرفت. به فرمایش شما مطلب خوبی فرمودید، در طول زمان بسیاری از این نیازها کم کم برآورده میشه و خدای متعال برکت به اونها میده. این شعار خانواده ها باشه نسبت به عروس و داماد که لا اريد ان اشق عليك، نمیخوایم بر شما سخت بگیریم. مسئله ازدواج رو باید سهل و آسان گرفت تا اینکه کم کم از این معضلات و مشکلات که تو جامعه ما به خاطر سخت گیری های خود ما به وجود اومده کم کم انشالله کاسته بشه. انشالله. خب از آقای رفعتی یک فرصت کوتاهی رو بگیریم، انشالله برمیگردیم در خدمت حضرت عالی هستیم و از بیاناتتون استفاده میکنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. عاقد این هر دو زوج خالق حی مبین، حاصل این مهر و ما ستارگان زمین، خادم این جشن نور حضرت روح الامین. خطابه عقدشان تبارک و یا وسین، ز چشم بد دور باد بهشت دیدارشان، دست خدا یارشان، خدا نگهدارشان. آینه کبریا فاطمه و حیدر، آینه کبریا فاطمه و حیدر، معلم انبیا فاطمه و حیدر، مؤسس اوصیا فاطمه و حیدرن، ام اب اولیا فاطمه و حیدرن، بتول کفو علیس، علیس کفو بتول، سلامشان از خدا، درود شام از رسول. اما نعمت بی انتها مبارکت یا علی، باید مبارکم بگیم دیگه، تبریک بگیم به آقا. نعمت بی انتها مبارکت، همه نعمت بی انتها مبارکت، عنایت کبریا، همه بگم وصال خیر النساء، مبارکت وصال خیر النساء، وصال خیر دیگه چی؟ سیب بهشت خدا، سیب بهشت مبارکن، به مجلس جشن تو ای دو جهان خرمت،
لاله ناقابلیست قصیده میسمت، لاله ناقابلیست قصیده میسمت. سال روز پاکترین، زلالترین، شادترین و مقدسترین پیوند هستی، یعنی پیوند جمال دریای جمال فاطمی و جلال علوی، بر همه شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام تبریک و تهنیت باد. با ویژه برنامه ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در خدمت شما هستیم به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین آقای رفعتی. خب آقای رفعتی، در آیتم قبل رسیدیم به مسئله مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها و حالا اومدیم به مصداق اجتماعی امروزش رو آوردیم که گفتیم به نوعی دغدغه جوانها شده مسئله مهریه. آیا واقعا مهریه سنگین که خیلی هم در برخی از جوامع باب شده این مسئله، شأن و اون عظمت دختر رو میرسونه یا نه یک مسئله صرفا سلیقه‌ای محسوب میشه اینجا، و یا اینکه اصلا کلا مسئله مهریه مسئله‌ای که میگن اندل استطاعم باید باشه، یعنی در استطاعت اون جوان باشه، در مورد این مقدار صحبت بکنید که آیا واقعا همین چیزی هست یا نه؟ اصل مهریه به عنوان یک احترام ویژه است، یعنی حکمی هست که به عنوان احترام به اون خانم قرار داده شده این حکم، و برای بیان صداقت مرد در این خواستگاری که داره میکنه و شاد کردن دل او هست، یه هدیه به او عطا میکنه. در حد یک هدیه محسوب میشه، قطعا اما نه گروکشی برای بعضی ها که امروز باب شده. بله، متاسفانه امروزه نوع نگاه خیلی ها به مسئله مهریه غیر از اون چیزی هست که در اصل دین قرار داده شده. عرض کردم حکمت اون فقط یک احترام خاص هست، بیان دوستی و صداقت این مرد در خواستگاری هست که میکنه، و در همون آغاز کار مهریه رو پرداخت میکردن، یعنی اهل بیت علیه السلام هیچ کدام به گردن خودشون نگرفتن مهریه رو، بلافاصله بعد از عقد خوندن مهریه رو پرداخت میکردن، و این مهریه باید به گونه ای باشه که بشه پرداختش کرد، یعنی مبلغی باشه که بشه اون رو به عروس داد، یعنی با توجه به بضاعت مالی اون دامادی که اومده خواستگاری این دختر خانم، باید یک مهریه وضع بشه که بتونه همونجا همون رو پرداخت بکنه. بله، و اون چه که امروزه مرسوم هست و معمولا پرداخت نمیشه، میگن مهریه رو کی غائب رو مثلا کی گرفته کی داده، درسته که به هر حال مرسوم این چنین هست که خانم ها نمیخوان به خاطر اون مهر و محبتی درسته. که ایجاد میشه و مسائلی که بعدها به وجود میاد غالبا مطالبه نمی کنن، اما هیچ کدام از اولیاء دین ما اینطور نبود که مهریه خانم هاشون رو ندن، و لذاست که باید مهریه به گونه ای تدوین بشه که قابل پرداخت باشه. یه شخصی خدمت یکی از معصومین رسید، حالا امام باقر علیه السلام یا امام صادق بودن نمیدونم، شک و تردید از من هست، دید لباس نوی پوشیده و داشت نگاه میکرد به این لباس، حضرت فرمودن که تعجب میکنی از این لباسی که بر تن من هست، من علتش برات میگم، من ازدواج کردم، این مهریه خانومم رو پرداخت کردم و خانومم با مهریه‌ای که من به او دادم لباسی برای من تهیه کرد و من این لباس رو پوشیدم، یعنی مهریه رو پرداخت می‌کردم. بنابراین باید یه جوری باشه که قابل پرداخت باشه. الان واقعا این مهریه‌های سنگین چند صد سکه طلا، گاهی مثلا بیش از اینها، واقعا اجراییه، واقعا میتونه یک جوونی این مهریه رو بپردازه که در عقد اون رو میگنجونه؟ اصلا فلسفه مسئله مهریه این نیست، و لذا ما راه رو فکر میکنم داریم خطا میریم. بهترین کار این هست که برگردیم به دین، و یکی از مشکلات، البته بحث ازدواج جوانها و مشکلاتی که الان هست عوامل زیادی داره، یک عاملش به عنوان عامل جزئی همین مهریه های سنگین هست. واقعیت این هست که یه تعداد از جوانهای ما، من خودم باشون صحبت کردم، یه تعدادی واقعا از مهریه های سنگین هراس تو دلشونه،
یعنی مسئله ازدواج رو دیگه یه ریسک خیلی بزرگ میبینن که برفرض با این قیمتهای سرسام آور و با این تورمی که هست من چگونه میتونم 100 تا سکه حتی 100 تا سکه رو بپردازم. و تا گاهی از اوقات وقتی بررسی میکنیم مهریه ها رو میبینیم که یه شخص باید تمام عمرش رو کار کنه تا اینکه بتونه این مهریه رو بپردازه. این سوالم از این خانواده هایی که درسته به فکر دخترشون هستن و میگن که یک پشتبانه باشه برای دختر ما، خب اگر شما به اون کسی که اومده خواستگاری اگر بدبین هستید پس چرا دخترتون به اون شوهر میخواید بدید؟ بله. اگر خوشبین هستید پس چرا میدید پشتوانه‌ای داشته باشه؟ اگر روزگاری شد مثلا اینها با هم اختلاف پیدا کردن یا مشکلی شد دختر ما یک پشتوانه مالی برای خودش داشته باشه. واقعا اگر ما ملاک هامون یک ملاک های اسلامی باشه، ملاک هایی که مورد پسند مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه در انتخاب اون داماد و اون شخصی که میاد دختر ما و تمام اون ملاک های اسلامی رو داشته باشه، دیگه جایی برای بدبینی نسبت به اون شخص نیست که ما بگیم خب ما یک سکه سنگین رو براش معین میکنیم که اگر یه روز اینها با هم اختلاف پیدا کردن این دختر رو یک پشتوانه مالی برای خودش داشته باشه و این پسر نتونه این دختر ما رو اذیت کنه یا فراتر از اینها بره بخواد براش مشکلاتی در طول زندگی ایجاد بکنه. همطوری که شما میفرمایید، یعنی بد نیست گاهی از اوقات انسان به دادگاه های خانواده و این مشکلاتی که پیش میاد آدم نگاه بکنه. اینهایی که به مشکل میخورن تعداد زیادی از اونها کسانی هستن که مهریه های خیلی سنگین هم دارن. بله. اینو میخوام عرض کنم که هیچ وقت مهریه سنگین باعث ایجاد مهر و محبت و خلق و خوی خوش مثلا نخواهد شد. همونطوری که اگر برعکس کسی مهریهش کم باشه اینطور نیست که مثلا داماد بگه خب این که مهریه سبکی داره من با او بدرفتاری بکنم، نه از این سو نه از اون سو. هیچ وقت مهریه نمیتونه همچین آثاری داشته باشه، به عکس اون محبتی که ایجاد میشه و خدای متعالی محبت رو قرار میده بین این آقا و خانومی که با هم ازدواج کردن، بین این دختر و پسر، من به ضرس قاطع میگم مخاطب من هم بیشتر پدرها و مادرهای گرامی هستن که این برنامه رو دارن میبینن و خودشون این مراحل رو تجربه کردن. بله. و واقعا در زمانهای گذشته اینقدر مهریه ها سنگین نبود، این همه مشکلات و سختی در راه ازدواج نبود. درسته که شاید مشکلات خاص خودش رو هم داشت، اما امروزه واقعا یک مسئله بسیار پیچیده و سختی شده. میخوام اینو عرض بکنم که اون لحظه و اون روزی که این دختر و پسر در کنار هم به آرامش میرسن و اون شادابی و نشاطی که در زندگی اونها ایجاد میشه، هر لحظهش به صدها سکه‌ای که مد نظر شما و تصور شما بوده میارزه و خود پسر و دختر هم به این حقیقت و به این باور میرسن که فلسفه این ازدواج اصلا مسائل مادی نیست. درست. نباید این همه مسائل مالی رو، امور مادی رو دخل بدیم به این پیوند مقدسی که در روایت داریم هیچ بنایی در اسلام بنا نشده است با فضیلت تر، ارزشمند تر از ازدواج. اگر خدمتی نمی کنیم جناب آقای دستان، بله، اگر خدمتی ما به این مسئله نمی کنیم، لااقل مانعی در راه شکل گیری این کابین مقدس و این بنا ارزشمند نباشیم. گاهی از اوقات بعضی حرف ها، بعضی تصمیم گیری ها مانع تراشی در راه ایجاد این پیوند مقدس میتونه باشه. البته در مورد مسئله مهریه اگه بخوایم صحبت کنیم بیش از یک جلسه وقت هست و توجه به این که ویژه برنامه ما یک قسمت هست و میخوایم به اختصار تمام مباحث رو مطرح کنیم، برمیگردیم به داستان ازدواج خود حضرت زهرا سلام الله علیها با آقا امیرالمومنین که قرار شد که آقا برن اون سپر خودشون رو بفروشن و اون مبلغش رو به عنوان مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدن. ادامه داستان رو بفرمایید. حضرت زره رو به بازار بردن و حدود 500 درهم این زره رو فروختن. 500 درهم حدود 500 مثقال نقره است که برفرض اگر مثقال نقره الان 10,000 تومان باشه چیزی حدود 5 میلیون تومان میشه، یعنی 500 مثقال نقره که اون زمان هم پول زیادی نبوده، یعنی ببینید ارزشش معادل با یک زره بوده دیگه.
حالا قیمت یک زره، حضرت امیر علیه السلام این زره رو بردن فروختن و تمام اون 500 دینار رو آوردن تقدیم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردن و از همونجا مهر و سنه شکل گرفت. و چقدر زیباست مهر و سنه. و ای کاش روزی برسد که تمام جوامع دینی در بین تمام خانواده های شیعی این مهر و سنه به عنوان یک اصل قرار بگیره. ازدواج آسان یکی از راهکارهای رسیدن به اون همین مهری است که یه بخشی از مشکلات رو لااقل حل میکنه. و من باورم اینه، اگر نگاه نگاه دینی باشه، یعنی بر اساس آموزه‌های دینی این خانواده دختر و پسر حرکت کنن در صدد تطبیق دستورات اهل بیت و سنت و آموزه های اونها باشن، خدای متعال هم برکت قرار میده و بسیاری از مشکلاتی که شاید تو بعضی خانواده ها کوه باشد در پیش نگاه اونها کاه خواهد شد و این مشکلات حل میشه. این پول ها رو تقدیم کرد به امیر، به پیامبر خدا، و پیامبر خدا هم اونها رو سه بخش کرد. این 500 درهم مهر و سنه قرار گرفت و تمام اهل بیت هم، حالا به مناسبت عرض کنم، تمام اهل بیت و بچه های اهل بیت مهریهشون مهریه حضرت زهرا بود، یعنی همون 500 درهم بود. و پیامبر خدا هم اون رو تبدیل به سه بخش کردن، بخشی از اون رو به بعضی اصحابشون دادن که برای حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها جهاز منزلی تهیه بکنن، و بخشی از اون رو هم به ام سلمه دادن، به همسرشون دادن به صورت امانت که اون رو نگه دار تا شب عروسی و مراسم عروسی که امیرالمومنین علیه السلام به اون نیاز پیدا میکنه. و بخش سوم اون رو هم، یک سوم در واقع این 500 درهم رو، برای عطر قرار دادن. خب حالا آقای رفعتی، مسئله عطر رو بیان کردید در این روایت، چقدر چرا انقدر اهمیت داره مسئله عطر که اینجا حالا به عنوان یک سوم از اون پولی که آقا امیرالمومنین بودن خدمت آقا رسول الله که اختصاص دادن به مسئله عطر؟ من فکر میکنم عطر یک نماد هست برای زیبایی و زیبا بودن زن و نظم و اون فضای بانشاتی که زن ایجاد میکنه برای همسر خودش. عطر میتونه بیانگر اون فضا باشه و نشون دهنده این هست که دین مقدس اسلام به این مسائل چقدر بها داده و چقدر پرداخته. مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها یک سومش برای عطر خرج شده، اون هم چه عطری که ام سلمه میگه من به حضرت زهرا عرض کردم آیا خود شما هم نزدتون عطری دارید؟ عرض کرد آری، و رفتن یک شیشه ای رو آوردن، من بو کردم دیدم عطر اون رو اصلاً شبیهش رو در دنیا من استشمام نکردم. گفتم بی بی جان این کاملا متفاوت، این چه عطری هست؟ فرمودن که وقتی دهیه کلبی می آمد محضر پیامبر خدا، که البته جبرائیل بود به شکل گاهی دهیه می آمد محضر پدرم، وقتی بلند می شد می رفت برخی از اشیاء این چنین که می بینی در این قاروره هست، از این عطرها باقی می موند و پدرم پیامبر می فرمودن دخترم اینها رو جمع کن، و اونها رو نگه داشتم در این شیشه و این عطری هست که از شهپر جبرائیل امین بر روی زمین باقی مونده. بنابراین مسئله عطر نماد هست برای اون زیبایی هایی که زن باید در خانه اونها رو رعایت بکنه. قطعا بانوی که مقید به عطر هست، مقید به خوشبو بودن هست، مقید به خیلی از مسائل دیگری هم هست که اونها خانه رو بانشات میکنه، خانه رو زیبا میکنه و فضای امن و آسایشی هم برای خودش، هم برای همسرش و هم برای تربیت فرزندانش ایجاد میکنه. پس مسلماً مسئله زینت و آراستگی حالا قبل بعد از ازدواج برای زوجین یک مسئله خیلی مهمی هست که باید با ملاک ها و شؤون اسلامی باشه اینها، یعنی در محیط خانه یک نوع آراستگی هست و در محیط بیرون از خانه مسلما یک نوع آراستگی با شؤونات اسلامی رو که باید زوجین این رو رعایت بکنن. و مسئله خیلی مهمی از حضور در جامعه با پوشش و یک لباسی باشه که شؤون اسلامی رو نشون بده و یک نوع تبلیغ دین هم باشه. این لباسی که ما میپوشیم بیانگر این باشه که من به عنوان یک مسلمان در هر جامعه قرار میگم، یعنی این یک مسلمان هست که در این جامعه قرار، یعنی پوشش من خودش میتونه به نوعی تبلیغ دین من هم
باشه. حالا ادامه داستان رو بفرمایید با توجه به اینکه وقتمون تقریبا رو به پایان هست. بله. عرض محضر شما این که مهریه به حسب ظاهر بسیار ساده و سبک بود، اما دختری مانند حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم معنا مهریه بسیار بالاتر و بالاتر از اینها دارند. حضرت زهرا به پدر عرض کردند که پدر جان، مهر مرا درهم و دینار قرار دادید مانند بقیه دخترها، ولی من دوست دارم که مهریه من چیز دیگری باشه غیر از اینها. به هر حال اهل بیت علیهم السلام نگاهشون به ماوراء این عالم هست و افقی را میبینن که دیگران اون افق رو نمیبینن. عرض کرد پدر جان میخوام یه مهریه متفاوتی داشته باشم. پیامبر فرمودن دخترم چی دوست داری مهریه تو باشه؟ عرض کرد شفاعت گناهکاران از امت شما در روز قیامت، دوست دارم مهریه من این باشه. تا این جمله رو بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها به پدر عرض کردن، جبرئیل نازل شد و همراه خودش پارچه ای را آورد، نوشته ای را آورد که در اون این ضمانت از سوی خدای متعال نوشته شده بود و مکتوب بود که جعل الله مهر فاطمه الزهراء شفاعت المذنبین من امت محمد، که شفاعت این مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها نشون میده که واقعا چقدر حضرت زهرا نسبت به فرزندانشون، نسبت به شیعیانشون توجه دارن که مهریه خودشون رو شفاعت قرار میدن و خدای متعال هم این رو به عنوان یک مهر تأییدی برای حضرت زهرا میفرستن و بیبی وصیت میکنن روزهای آخر عمرشون که حتما این به حساب چک تضمین شده الهی رو همراه من در خانه قبر و در کنار کفنم قرار بدید که من روز قیامت به وسیله اون شفاعت کنم. آقای رفعتی در این دقایق پایانی برنامه به عنوان حالا نکته‌ای و جنبندی مباحثی که مطرح شد برای بینندگان عزیزم بفرمایید. بله، طبیعی هست که این داستان نکته‌ها و عبرت‌های زیادی داره و ما تنها بخشی از این داستان رو بازگو کردیم و به خیلی از مباحث نرسیدیم. خونه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام ساختن و خونه‌ای که حضرت وارد شدن که در آغاز در ماه‌های اول زندگیشون اساساً این خونه خونه ملکی هم نبود، یه جورایی خونه استیجاری بود و شخصی به نام حارثه ابن نعمان این خونه رو در اختیار امیرالمومنین علیه السلام گذاشته بود. این هم قابل توجه اون عزیزانی که به هر حال شاید تصور کنن سعادت زیر بام خانه‌ای که استیجاری هست بسیار سخت و مشکله. من برای اونها عرض کنم که حضرت امیر علیه السلام به هر حال با خونه غیر ملکی اون زندگی زیبا و قشنگ خودشون رو آغاز کردن با تمام سختی‌ها و مشکلاتی که بود، اما اونقدر فضای این خانه مملو و از مهر و محبت بود، میشه گفت که تو خانه علی علیه السلام محبت موج میزد، ابراز محبت و مسائلی که واقعا نیازهای جامعه ما هست و هر چقدر هم در هر درجه ای که خانواده های مذهبی ما پایبند به این مسائل هستن، من فکر میکنم بازخوانی تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها و قصه ازدواج این بزرگواران باز هم درس و پیام و نکته داره. نوع تعامل حضرت زهرا با امیرالمؤمنین، برخورد امیرالمؤمنین با حضرت زهرا، اون چیزی که باعث شده بود این خانه کوچک خشت و گلین رو مملو و از نور و قداست کنه، چه چیزهایی بوده و ما چطور میتونیم از اونها درس و الگو بگیریم. اینها چیزهایی هست که نیازهای همیشه بوده و هست و هر لحظه بازگو کردن اینها بسیار زیبا و شیرین هست که انشالله خدای متعال توفیق گفتگوی این مباحث در درجه اول و مهمتر از اون عمل به اون رو به همه ما عنایت کنه انشاءالله. حالا به عنوان حسن ختام برنامه، من این فرازی از گفته امیرالمومنین علیه السلام رو در مورد رفتار خودشون با حضرت زهرا در طول زندگی رو برای بینندگان عزیز بیان کنم که ببینید چقدر نکته ها در این صحبت آقا امیرالمومنین هست که میفرمایند به خدا قسم تا فاطمه زنده بود هرگز او را به خشم نیاوردم و هرگز چیزی که برخلاف میل او بود مرتکب نشدم. فاطمه نیز چنین بود، هرگز مرا به خشم نیاورد
و از فرمانم رخ بر نتافت. چون به او می نگریستم دلم آرام می گرفت، زنگار حزن و اندوه از سینه ام زدوده می شد. باز هم این روز فرخنده رو هم به خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. همه شما رو به خدای بزرگ و متعال می سپارم. یا علی مدد.